در دادگاه گفته بود که قصد قتل نداشت و فقط از هیکل او ترسیده بود. در همون جلسه دادگاه صاحب یک خودروی شاسی بلند که همان روز با او و دوستانش هم درگیر شده بود گفته بود این چند جوان به من حمله کردند. قصد اونها فقط قدرت نمایی بود. بعدم متوجه شدم که بعد از درگیری در یک پارک جمع شدند و با افتخار برای دوستانشون تعریف کردند که چطور راننده یک خودرو رو کتک زدن. همان روز اما فهمیدم مرتکب قتل هم شدن. قدرت نمایی با چاقو تبدیل به یک فرهنگ تراژیک در میان برخی جوانها شده. این فرهنگ خشونت بار غلط در طول تاریخ فجایع خیلی ناگواری به بار آورده. یکی از این فجایع زمانی رخ داد که یک نوجوان آنچنان مجذوب شهوت قدرت شد که دست به چاقو برده و قوی ترین مرد ایران رو قربانی قدرت پوشالی خودش کرد که احساس قدرت کاذب رو تنها چاقویی که در دست او بود به اون نوجوان القا کرده بود. نامش علیرضا ملا سلطانی بود، قاتل قوی ترین مرد ایران، روح الله داداشی. سلام دوستان، به کانال آدم بدها خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. سر و صداها خوابید، خشمها فروکش کرد، حاشیه ها تمام شد و دستگاه قضایی هم کار خودش رو به پایان رسوند. ولی کسی نفهمید که این دو خانواده تازه روزهای تلخ و سیاهشون آغاز شد و زندگی روی خوشش رو از اونها گرفته. موی سفید و صدای غمگینش نشون میده که هنوز هم به سوی برادرش نشسته. برادری که به گفته خودش هم فرزندش بود، هم دوستش و هم شاگردش. 13 سال پیش درست در تابستان بود که برادرش رو از دست داد. پسر 30 ساله‌ای که یکی از پرطرفدارترین مردان آهنین ایران بود و در چندین مسابقه افتخار آفرینی کرد. روح الله داداشی که کشته شدنش به دست یک پسر 18 ساله خشم مردم ایران رو برانگیخت. مردمی که تاب قتل قهرمانشون رو نداشتن. حالا 13 سال از اون تیر ماه غم انگیز در سال 1390 میگذره. ولی علی هنوز هم با شنیدن اسم روح الله بغض میکنه. روح الله داداشی یکی از قوی ترین مردان ایران بود که بعد از به قتل رسیدن او خانوادهش درخواست قصاص قاتل رو کردن. رسیدگی به پرونده ی قتل او در وقت فوق‌العاده صورت گرفت و قاتل در ملأ عام به دار مجازات آویخته شد. بعد از اجرای حکم قصاص خانواده داداشی بارها اعلام کردند که از اجرای این حکم و اعدام یک قاتل کم سن و سال پشیمان شدند. علی برادر روح الله داداشی گفته بود که تحت فشار هواداران مجبور به اجرای حکم شده. چندین سال از این جنایت میگذره اما نامه علیرضا ملا سلطانی قاتل روح الله داداشی فاش میشه. او در این نامه نوشته بود میتونم بگم از کاری که کردم خیلی خیلی پشیمونم. من نمیخواستم این اتفاق بیفته چون نمیخواستم چاقو به دست بگیرم. من موقعی که از ماشین خارج شدم چاقو در دستم بود. با چاقو اون مرحوم رو زدم. شاید اگه چاقو در ماشین یا دستم نبود اون قتل صورت نمی گرفت. از همه جوانان همسن و سالم میخوام به خاطر خدا و پدر و مادرشون چاقو دستشون نگیرن. از همه مردم و ورزشکاران و دوستان مرحوم روح الله داداشی عذرخواهی میکنم. امیدوارم که خداوند بزرگ منو مورد عفو قرار بده. من علیرضا ملا سلطانی از کرده خود پشیمانم. باز هم میگویم ای کاش چاقو با خودم حمل نمیکردم. علیرضا ملا سلطانی در 4 دی 1372 به دنیا آمده بود. کوچکترین فرزند خانواده بود و تا کلاس سوم راهنمایی درس خوند. بعد از اون به همراه برادر بزرگتر خودش به کارگری در شهرهای مختلف مشغول شد. به گفته یه برادرش آدم زحمت کشی بود که سابقه ی خشونت هم نداشت. پرونده او و دو متهم دیگه با قتل یکی از ورزشکاران معروف به قوی ترین مرد ایران در نیمه شب شنبه 25 تیر 1390 در خیابان پونه در گلشهر کرج ارتباط داشت. علیرضا که هنوز به سن 18 سالگی نرسیده بود به همراه دو دوست خودش هنگام رانندگی با سرنشینهای ماشین دیگه‌ای برخورد لفظی پیدا می‌کنند که بعد از مدتی به برخورد فیزیکی تبدیل میشه. ملا سلطانی در مصاحبه قبل از اعدام گفته بود یک روز برای ملاقات با دوستانم ناصر و علیرضا به بوستان نزدیک خونمون رفته بودم که مشاهده کردم مردی غریبه راه یک پسر نوجوان رو سد کرده و با تهدید چاقو از وی پول زور میخواد. ترسیدم و فرار کردم و از همون موقع برای دفاع از خودم سلاح حمل میکردم.
آن شب از برادرم خواستم تا خودروی پرایدش رو به من امانت بده تا مادر بیمار یکی از دوستانم رو به بیمارستان ببرم. با این ترفند خودرو رو از برادرم گرفتم و سراغ ناصر و علیرضا رفتم و برای تفریح به یکی از بوستان‌ها رفتیم و بعد از اون با خودرو در سطح شهر می‌گشتیم. ساعت پایانی شب شنبه بود. در بازگشت به خونمون در منطقه 45 متری گلشهر، نخواسته آینه کناری خودروی من به یک خودروی آزرا برخورد کرد و همین موضوع باعث درگیری ما با راننده و همراه وی شد. بعد از طی مسافتی خودروی هر دومون در خیابان پونه در همون حوالی متوقف شد. با بالا گرفتن درگیریمون وقتی مقتول قصد نزدیک شدن به من رو داشت، با دیدن هیکل تنومند وی ترسیده و برای نجات جان خود و دوستانم با چاقو به اون حمله کردم و سپس فرار کردیم. وقتی به خونمون اومدم همه خواب بودن. بلافاصله لباس خونالودم رو در سطل زباله انداختم و در خیابان گذاشتم و تا صبح خوابم نمی برد و چهره مرد جوان مقابل چشمانم بود. گمان می کردم مردم اون رو به بیمارستان منتقل می کنن و نجاتش دادن. روز بعد پول و لباسام رو درون ساکی گذاشتم و از خانه بیرون زدم و به مادرم گفتم به مسافرت میرم. سرگردان کوچه و خیابان بودم و از دوستانم هم خبری نبود. به شدت احساس ترس کرده بودم. من نام مقتول رو نمیدونستم و اون رو هم نمیشناختم. صبح دوشنبه وقتی سوار تاکسی شدم از طریق رادیو شنیدم مردی که از قوی ترین مردان ایران و جهان بوده به طرز مرموزی کشته شده. با شنیدن این خبر به شدت شوکه شده و میترسیدم اون همان مردی باشه که من با چاقو به او حمله کرده بودم. با پیاده شدن از خودرو به سمت کیوسک روزنامه فروشی رفتم و چند روزنامه خریدم و با خوندن خبر قتل و دیدن عکس مقتول دیگه مطمئن شدم او همون مردی بوده که با وی درگیر شده بودم. چند بار با تلفن دوستانم تماس گرفتم اما پاسخی نمیدادن. با احتمال اینکه آنها از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شدن به فرار ادامه دادم. تا اینکه هنگام خروج از کرج در میدان امام خمینی از سوی ماموران شناسایی و دستگیر شدم. ملا سلطانی در روز دوشنبه 28 تیر 1390 با تلاش نیروهای پلیس تخصصی، امنیتی، اطلاعاتی و پلیس آگاهی استان البرز دستگیر میشه. دو همراه وی نیز در روز 26 تیر ماه دستگیر شده بودند. اطلاعات درباره نحوه بازداشت ملا سلطانی اما متناقض بوده. نماینده دادستان کرج نیز در توضیح کیفرخواست وی گفته بود که او 28 تیر ماه زمانی که قصد خروج از شهر را داشته بازداشت شده. اما به گفته علیرضا در دادگاه او خودش رو در کرج به اداره آگاهی تحویل داد و دستگیری خودش رو توسط پلیس دروغ عنوان کرد. همچنین وکیل او در دادگاه گفته بود علیرضا سلطانی خودش رو تسلیم کرده بود. برادر او نیز در مصاحبه گفته بود که او به همراه برادرش بود و با اداره آگاهی هماهنگ کرد و برادرش رو به اونها تحویل داده. پرونده علیرضا مولا سلطانی از طرف شعبه 21 بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب کرج به صورت ویژه رسیدگی شد و برای او قرار مجرمیت صادر شد. او به مدت 2 ماه در بازداشت بود و در این مدت خانواده با او چند بار ملاقات داشت. آخرین ملاقات او با خانواده یک روز قبل از اعدام او در روز 29 شهریور 1390 انجام شد. در آخرین دادگاه اما خانواده مولا سلطانی حضور نداشتند. ماموران به خانواده متهم گفته بودند بهتر محل رو ترک کنند چون اونها نمیتونن امنیت جانی اونها رو به دلیل خشم مردم از مردن ورزشکارشون تامین کنند. مدارک علیه علیرضا ملا سلطانی، پیدا شدن آلت قتل، کشف خونه مقتول روی ماشین متهم، شناسایی متهم از طریق چهره نگاری، مدارک پزشکی قانونی، گفته های شاهدین حادثه، شکایت برادر مقتول، شکایت یک شاکی دیگه که همراه مقتول بود و همچنین اعترافات متهمین عنوان شده بود. ملا سلطانی که به گفته برادرش 59 کیلو وزن داشت از هیکل مقتول ترسیده بود و نمیتونست در برابر اون مقاومت کنه. اون گفت که قصد کشتن مقتول را نداشت اما به دلیل ترس به مقتول حمله کرده. بر اساس اطلاعات موجود قاتل تنها یک ضربه به مقتول وارد کرد که به خرخره اون اصابت کرد و موجب خونریزی و لخته شدن خون و گرفتن راه تنفس او شده بود. برادر متهم در دفاع از او احتمال تأثیر تصمیم انتقال روح الله داداشی به بیمارستان مدنی کرج که فاصله زیادی با محل حادثه داشته در مرگ مظلوم اشاره میکنه. سرانجام به این ترتیب قصاص قاتل روح الله داداشی بر اساس حکم شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز تایید و اجرای حکم صادره در شعبه 11 دیوان عالی کشور
از سوی ریاست محترم قوه قضاییه صورت میگیره. این حکم در محل وقوع جرم در منطقه 45 متری گل شهر کرج در مقابل هزاران نفر از جمعیت حاضر اجرا شد و علی رضا ملا سلطانی متولد 1372 بعد از قرائت حکم در سال 1390 قصاص شد تا یکی از جنجالی ترین قتل‌های ایران پروندهش بسته بشه. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید.